بسیاری او را بهترین هنرپیشه سینمای ایران می‌دانند. بیش از 40 سال است در تئاتر و سینمای ایران فعال است و در فیلم‌های ماندگاری بازی کرده است. با این حال در اوج محبوبیت کشورش را ترک کرد و اگرچه در کشور محل اقامتش سوئد در سینما و تئاتر هنرپیشه و کارگردانی موفق است، ولی مخاطبان اولیه و هموطنش از هنر او محرومند. آیا از ترک وطنش راضی است؟ خانم سوسن تسلیمی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خیلی ممنون. سال گذشته آقای بهرام بیضایی موقعی که جایزه ای گرفته بود برای فیلم باشو و غریبه کوچک، جایزش رو به شما تقدیم کرد و گفت که سوسن تسلیمی به دلیل بیمهری ها ایران رو ترک کرد. بیمهری از کی خانم تسلیمی؟ نمیدونم توضیحشون رو شاید آقای بیضایی ندادن. بیمهری در واقع از طرف تماشاگران من نبوده، تماشاگران تئاتر و سینما واقعا نبوده. البته بیمهری کلمه ای که ایشون انتخاب کردن، اگر من بخوام در واقع کلمه باشه که خود من بخوام انتخاب کنم، در واقع بیتوجهی بود. یعنی بیتوجهی به من، من شخصا، من نمیگم، نمیخوام به خودم اون اهمیت رو بدم که چرا به من بیتوجهی یا بیمهری شده. بیتوجهی به من و اشخاصی مثل من، بیتوجهی و بیمهری به ذات هنر و هنرمند و زحمتی که اونا این به اصطلاح این گروه میکشن برای به اصطلاح پیشبرد فرهنگ خودشون و پیشرفت مملکتش. وقتی میگیم میتوجهی، یعنی دقیقاً چی؟ میتونید مثال بزنید چه کاری باز میکردن و نکردن در حرف شما؟ ببینید، من زمانی که از ایران رو ترک کردم، اگه راحت و سریع بخوایم بگیم با کلمات و بیان خیلی ساده، اینکه من از تئاتر شهر اخراج کرده بودن و در سال 59 و دلیلش هم این بود که من به سیاست فرهنگی تئاتر شهر در اون زمان اعتراض کردم و به جای اینکه یک نامه‌ای هم نوشتم به رئیس وقت و مسائلی رو توضیح دادم، نامش هم هست، یعنی در کتابی که از من در اومده در ایران چند سال پیش که نوشته سینما زندگی و سینمای سوسن تسلیمی، خانم بیتا ملکوتی این کتاب رو در آوردن، اونجا نامه چاپ شده. به اصطلاح بعد از این اعتراض پایین نامه من حکم اخراج من و رئیس تئاتر شهر نوشت. اون موقع اعتراضتون به چی بود دقیقا؟ ببینید، در سال 58 بلافاصله بعد از انقلاب ما دو نمایشنامه گذاشتیم، دایره گچی قفقازی بود که در بهارش اجرا شد و مرگ یزدگرد بود که در پاییز اجرا شد و مرگ یزدگرد آخرین کاری بود، آخرین تئاتری بود که من در ایران بازی کردم. بله، با آقای بیضایی در چارسو هم اجرا شد. بعد از اون تئاتر دچار دگرگونی‌های عظیمی شد، یعنی تا اون موقع یک رئیسی بود در تئاتر شهر کار میکرد که خوب بود، به فرهنگ و تئاتر اهمیت میداد، البته چارچوبای وجود داشت و اوایل انقلاب هم به هر حال یک کمی آزادی خواه خیلی بیشتر بود، هنوز خیلی چیزا جا نیفتاده بود و میشد کار کرد. به هر حال بعد از اون تئاتر دچار دگرگونی های زیادی شد، هر لحظه ما یک گروه، یعنی در واقع میگم، میتونم بگم هر هفته یک گروهی میومدن تو تئاتر با تفنگ و تپانچه و به این شکل، مثلا 5-6 نفری میومدن تئاتر رو میگرفتن، اگر رئیس اونجا وجود داشت بیرون مینداختنش، میشستن مثلا با تفنگ و تپانچه مثلا تو اتاق رئیس، یا رئیسایی که ما داشتیم نشسته بودن اونجا، در واقع اصلا دادم علت میگه اصلا اینا میفهمید ربطی به تئاتر یا فرهنگ اصولا ندارن، برای همین خیلی مشکل بود برای ما که باشون ارتباط برقرار کنیم، مثلا یک زبان مشترکی داشته باشیم که بخوایم راجع به برنامه‌های تئاتری اصلا سیاست فرهنگی اینو حرف بزنیم. بعد یه ما دیگه، یکی دست دیگه میومد اینا رو مینداخت بیرون خودش، یعنی تئاتر
معمولا اشغال میشد. یعنی ما این حس رو داشتیم. اون نامه اعتراضی شما اعتراض به همین سیاست ها و این شکل کار مسئله بود در این زمان، در طول سال 59، یعنی بعد از مرگ از گتا 59، من دیگه نمایش بازی نکردم. یک قراردادی داشتم با تئاتر، حقوق خیلی بخور و نمیری هم میدادن، چون بعد از انقلاب حقوقای ما رو کم کردن. 2400 تومان من میگرفتم اون زمان، حقوق من یک سوم شد در واقع. بعد گفتم به ازای حقوقشون به هر حال من باید کار میکردم در تئاتر. من گفتم من اون نمایشایی که شما پیشنهاد دارین، چون نمایشام نمایشی نبود، میگفتن نمایشای اسلامی، ولی هیچ کس نمیدونست یعنی چی، منظور چیه. معمولا هم وقتی صحبت میشد مثلا مربوط به داستانهای انقلابی و مسائل اینجوری بود، اینا رو میگفتن، ایدئولوژیک داشت میشد، یه همچین طوری بود. یا داستانی بود مثلا نقشا عموسام و مثلا ساواکی و شاه و اینا بود که نقش نیست، اینا تیپ یا سگ، گربه، روباه یا همچین. بعد وقتی هم بود که میخواستن زن رو به اصطلاح حذف کنن، اصولا میگفتن زن روی صحنه نباید باشه، واقعا این بود. من گفتم من کار نمی کنم، بهتره سنگین باشم برای خودم. گفتم کتاب خونه رو در اختیار من بذارین، من درستش کنم. کتاب خونم خیلی ویران شده بود و کتاب ها ریخته بود و گرد و خاک مدتی نرسیده بود. من و چند نفر دیگه مسئول کتاب خونه شدیم، کتاب ها رو جابجا کردیم، گردگیری کردیم، آرشیف کردیم، همه این کار. در این کار تقریبا یک سال خورده طول کشید تا یه مدیر جدیدتری اومد، یعنی چند مدیر این وقت عوض شد. بعدم با مدیر تئاتر قبلی هم صحبت کردم، ایشون موافقت کرده بودن برای شما اشکالی نداره تو کتابخونه کار کنید. مدیر جدید که اومد، من رفتم حقوقم رو بگیرم، گفتن که مدیر دستور دادن که حقوق شما پرداخت نکنن. اونم دسته میدادن یا یه چک میدادن. گفتم که چرا؟ گفتن شما بازی نکردی. گفتم من کار کردم، مدیر قبلی هم موافق بوده. گفتن که نه، باید بازی میکردی. من یه نامه نوشتم به سیاست فرهنگی، گفتم چرا، یعنی علتش نظر خودم بوده. گفتم به این دلایل، این دلایل، این دلایل من کار نکردم، الان دلایلی که برای شما توضیح میدم. و در ضمن نمایشایی هم که توی این مدت من پیشنهاد شده، این رولایی بود که براتون گفتم، من به هر حال فکر کردم توی کتابخونه کار کنم، با توافق مدیر بوده. اون زیر نامه من نوشتن که این خانم رو چون توهین کرده به همه کارکنان اینجا و اونا، اخراج کنید. یعنی در واقع نامه من می‌خواستم یک گفتگویی با ایشون داشته باشم. من به فکر خودم این بود شد اخراج من شد. بود. حالا شد در سینما چی؟ در تئاترم بعد از اون، نه تنها در تئاتر، این باعث شد که تئاتر دیگه هم نمیتونستم کار کنم. یعنی کلاً بازیگری بله بله بودید. یعنی حتی دوستان کارگردانی بودن که میخواستن من تو کاراشون کار کنم، چون اون موقع حالا هم رسم است، اسما رو میبردن وزارت ارشاد یا مسئولین تئاتر، مثلا میگفتن مثلا تایید میکردن کیا بازی کنن، بازیگرای این تئاتر کیا هستن، کار نکنن. بعد از اون من که توی سینما هم شروع کردم به کار کردن ادامه دادم، خب سینما بخش دیگری بود. خب کارهای من اصولاً اینطور هستم، کارامو انتخاب میکنم. تو سوئد هم همینجوره، اینجور آدمی هستم، کارهایی که بهش اعتقاد دارم روشم وامیسم. این من توی ایرانم هم همینطور بود، کارا رو انتخاب میکردم. در سال اگه مثلا فرض 10 تا کار به من پیشنهاد میشد، من گفتم یکیشو انتخاب کنم، یا اینکه اصلا انتخاب نکنم. تو این سال 10 سال هیچ کدوم اینا رو دوست ندارم کار کنم، یا خودم نمیپسندم. این مسئله خب باعث شد من کم فیلم بازی کنم، من فقط 6 فیلم در سینمای ایران کار کردم. این مسئله باعث شد باز یک کنکاش، یک جدالی با مسئولین سینمای کشور ایجاد شد که همه میگفتن این، یعنی مثالی که من خودم حرفی که خودشون میزنن، خودشو میگیره فکر میکنه کی هست، فرش قرمز میخواد. من واقعا اصلا من فکر نمیکنم کی هستم، فرش قرمزی هم نمیخوام. تنها مسئله این بود که من حق انتخاب میخوام. حالا به هر حال اونم مسائل خیلی طولانی بود. بسیار. یعنی فرض بکنین سر مادیان که اومدن، من فیلم برداری وسط که فیلم مادیان میگم وسط قطع کردن. خب اون موقع اشکالشون چی بود؟ سر همین اتفاقا همون مشکلی که با فیلم مادیان داشتن. بله. اشکال به شخص شما چی بود؟ اشکال شخص من بود، ما راشای اول یکی فیلمایی که گرفته شد، راشاشو قطعات فیلم برنامه شده رو بردن نشون دادن توی فارابی و توی ارشاد نشون دادن. تصاویر منو که دیدن این حرفای خودشونه، گفتن تصویر این زن قدرت داره و نگاهش نفوذ داره. این حرفای خودشونه ها، یعنی من که خودم نمیبینم نگاهم چیه، من دارم بازی میکنم دیگه. گفتن که اشکال داره.
و در ضمن گفتن رنگایی که پوشیده که هیچی کار نداریم، رنگایی مثلا آبی و اینا بود، قرمز هم بود و روسری بود، اینا نباشه. بعد گفتن که اصلا این زن به اصطلاح قدرتش زیاد از حد بر به اصطلاح محیط تسلط پیدا. حالا یه صحبت دیگه هم که اون موقع میکردن خانم تسلیمی این بود که به علت زیبایی شما، به خصوص زیبایی چهرهتون، به اصطلاح نمیخواستن که چهره شما رو پرده سینما باشه. این تا چند از درسته؟ این درسته. آقای ژکان هم در همون کتاب اشاره کردن، خوبه که اشاره کردن، چون چیزایی بود که ما خودمون گفتیم حالا تو کتاب در اومده عمومی. یعنی میگفتن ببینید الان شما دارم میریم از زیبایی چهره استانداردی به اون صورت که بخواید بگید ندارم. من وقتی نقش رو بازی میکنم به هر حال نقش رو سعی میکنم یک زندگی بهش بدم، شاید نقشه که حضور پیدا میکنه، یعنی زیبایی در واقع اون حضوره. میگفتن که حضور داره و زیبایی چهره است که آقای ژکان خودشون گفتن من حجاب، حالا اون موقع میگفتن که مثلا یه ذره مو هم دارم، گفتن باشه ما موها رو قایم کنیم ولی دیگه اون زیبایی خدا داده ما نمیتونیم سیکاری باش بکنیم. اینم بود. ولی بعد از اون که کار تعطیل کردن خواستن من عوض کنن، بعد از دو ماه طول کشید. آقای ژکان واقعا من بهشون گفتم یکی پیدا کن چیز کن، نشد. برها من بازی کردم ولی یک ناظر بر من گذاشتن روی صحنه فیلم بردارین. آقای ناظر صبح سر می اومد سر جلسه به من جو گفته بودن نگاه نکن توی چشم هنرپیشه مقابل مرد، اگه باشه پایین نگاه کن. منم گفتم آخه نمیشه این ور رو نگاه کنم وقتی من با یک کسی حرف میزنم. گفتم برا نباید نگاه کنی که ایشون بودن نگاه میکنن لباسای من، حتی گفتن زاویه ها زشت باشه، لباس ها خیلی رنگ های تیره باشه، که اگر ببینین لباسای من توی مادیان خیلی به اصطلاح چند تا کت و اینو بساط اینا بوده. بسیار. حالا شما در فیلم باشو غریبه کوچک بازی بسیار درخشانی داشتید. در واقع بعد از اون فیلم بود که بسیاری از منتقدای سینما ایران شما رو بهترین هنرپیشه تاریخ سینما ایران قلمداد کردن. چه چیزی در این فیلم نامه بود یا در این فیلم بود که شما رو اینقدر جذب کرد و سبب شد که چنین بازی قوی بکنید؟ ببینید اولا زبان گیلکی، زبانی که من متولد شدم زبان گیلکی بود، به اون زبان اولین زبانی که شنیدم زبان گیلکی بود، اولین ترانه های لالایی که مثلا مادر میگه برای بچهش میخوابونه زبان، یعنی ارتباط اون با اون زبان برای من خیلی عمیق بود. من دو سال فقط دو سال اولیه زندگیمو توی رشت بودم که اونجا متولد شدم. بعد ما به تهران مهاجرت کردیم، تمام فامیل من چون پدر و مادر من بازیگر بودن توی تئاتر توی تهران ازشون دعوت شد کار کنن، همه خانوادگی اومدیم. توی خونم به گیلکی حرف میزن، یعنی سالهای اولیه زندگی کردن با زبان گیلکی در واقع بخشی از به اصطلاح میگن روح و روان هر انسانی داره، اون چیزی که خاطرات به اصطلاح خاطراتی که باش ضمیر ناخودآگاه هست. این زبان که به هر حال زبانی بوده که شما بسیار مناسب بوده برای شما، مناسب بود. به غیر از اون چه چیز دیگه‌ای در این شخصیت این فیلم بود که شخصی که شما بازی کردید که شما رو اینطور تونست هنرتون رو جلوه بده؟ یکی خوب داستان فیلم بسیار زیباست. داستان فیلم ارتباط عاطفی دو نفر آدمه که مثلا زبان مشترک ندارن، یعنی زبان دانستن فهمیدن زبان هم دیگه که یک وسیله ارتباطی بسیار بسیار عمیقه. ندونی زبان یک کسی رو نمیتونی اصلا منظورتو بهش بفهمونی. این دو تا آدم، یعنی من که تو این زبان گیلکی حرف میزدم و عدنان که باشو رو بازی میکرد زبان عربی حرف میزد و واقعا اونم نمیفهمید فارسی، نه گیلکی میتونید فارسی، منم که عربی نمیفهمیدم. اینا واقعی بود، یعنی واقعا هیچ کدوم ما نقش بازی نمیکردیم، یعنی خود ماها بودیم و بین ما ارتباط بین این دو نقش ارتباط عاطفی عظیم ایجاد شد. و غیر از اون ارتباط عاطفی که بین من و این پسر بچه دقیقا اتفاق افتاده بودم خودش رو تو فیلم نشون میده، اینه که داستان انسانیه ورای هر گونه سیاستیه ورای هر چیزیه. ولی یعنی نوعی این بلی. فیلم ضد جنگ تلقی بله همینم هم میخوام بگم بلی. یعنی جنبه های ویرانگر جنگ رو نشون میده. در اون زمان میگفتن به اصطلاح تبلیغ روی جنگ بود که چون زمان جنگ بود میگفتن جنگو نکوبونین و به هر حال داریم جنگ میکنیم، حتی جنگ مقدس از مقدس است و به این ترتیب. ولی اینا میگفت جنبه دیگر جنگ ویرانگریه، از همپاشیدگی خانواده است، در به دری به اصطلاح این مسائل اون طرف روی وحشتناک جنگ رو به اصطلاح
داشت عنوان میکرد تأثیر خیلی زیادی گذاشت. حالا بسیاری فکر میکنن که اوج کار هنرپیشگی شما در این فیلم باشو غریبه کوچک بود. شما خودتون هم اینجوری فکر میکنید؟ من گفتم که باشو غریبه کوچک من باش یک ارتباط خیلی عمیقی دارم. به گذشت از اینکه موضوع برای من بسیار جالب و جدی بود و گفتم که مسئله خب برای من یه ارتباط خیلی خیلی عمیق داره، به اضافه اینکه من فکر میکنم اولین فیلمی که به طور جدی یک زبان محلی، زبان گیلکی توی صحبت شده بدون اینکه باش به عنوان شوخی و مثلا خنده ازش استفاده بشه. و غیر از اون من باهاش دارم، ولی مسئله اینکه فیلمای قبلی من، مثلا فیلم مرگ یزدگرد هنوز اجازه نگرفته. مرگ یزدگرد هم یکی از کارهایی که من خیلی دوست دارم و خیلی براش ارزش قائلم. یا چریکه تارا که اولین فیلمیه که من وارد سینما باشدم هنوز اجازه پخش نگرفته. بعد از هر کدوم از اون فیلم ها 31 سال ساخته شده و اجازه نگرفته. اونا هم خوب برای من واقعا ارزشو داره. ولی فکر میکنین که بهترین بازیتون رو در باشو کردین؟ نمیدونم خودم مطمئنیست. من به یه یعنی میدونی مثل این کسی بگین که چند تا بچه داشته باشه که کدوم بیشتر دوست دارین، به این ترتیب. ولی معمولا هنرمندا اینجوریه، معمولا اینجوریه، سخت گفتنش چون که حالا شما یه چیزی که به نظر خود عجیب میاد، شما اشاره کردین به محدودیت هایی که برای سینما ایجاد شده، به خصوص برای بازیگران زن در سینمای ایران که همه به هر حال اثر من از شمس هنوزم ادامه داره. ولی با این وجود خانم تسلیمی، عده بازیگران زن بیشتر شدن و بازیهای خیلی درخشانی ارائه دادن در سینمای بعد از انقلاب ایران. یعنی این یک تناقض به نظر میاد، از یک طرف محدودیت های بسیار زیاد، از یک طرف بروز هنرپیشه های جدید و بسیارشون هم مثل شما سابقه مثلا تجربه طولانی کار هنری هم نداشتند. چطور توضیح میدید اینو؟ ببینید من نیستم الان، سوال هاست دورم از بودید و حتما دنبال میکنید دیگه، مثلا سینمای ایران دنبال میکنم ولی از نزدیک نمیدونم چه پدیده ایه، به چه شکلیه. چون فیلمایی هم که من میبینم از ایران میاد، فیلمایی که به اصطلاح تو اینجا نشون میدن، از فیلمایی که کیفیت هنری خاصی داره که اینجا تو سینمای سوئد نشون میدن که من همشون رو میرم میبینم. ببینید نمیدونم علتش چیه. علتش به نظر من بازیگریه. بازیگری رو ما داریم، یعنی بازیگرای ایرانی براتون بگم، من تو سوئدم کار کردم، خیلی با استعدادم، واقعا استعداد شکی درش نیستش، داریم استعدادهای درخشان، ولی این استعداد هیچ وقت پرورش داده نمیشه به اون شکل، به علت محدودیت هاست بسیاری. حالا بخشش بازیگریه، بخشیشه که بازیگری در ایران، مخصوصا بازیگری سینما در ایران، شما هیچ جای دیگه ندیدین بازیگرا تعداد بسیار هم بازیگر نیستن. یعنی هر کسی رو اگر چهره ای داشته باشه، به اصطلاح زیبا باشه، حالا هر یه نظری میارن بازی میکنه. بازیگرین ارزش واقعا به هر حال نداره. از همونطور که گفتم ایده بازیگر زن به خصوص، من اشارم تاکیدم روی زناست به دلیل محدودیت هایی که جلو روشون هست. شما فکر میکنین تا چند اندازه بسته به اون اراده زن ایرانی داره و به خصوص این زن نسل جوانی که به هر حال خیلی تلاشگره و نمیخواد تسلیم مشکلات بشه؟ ربطش با بازیگری منظورتون چی بود؟ من منظورم که علت موفقیت بسیاری از زنها در سینمای ایران بخشش تلاششونه به دلیل زن بودنشون و میخوان که تسلیم مشکلاتی که براشون ایجاد شده نشه. من همیشه در واقع این هست، من میدونم چون خودم اونجا کار میکردم، میدونم چطور تمام بازیگرای زن، اونایی که بازیگری به عنوان حرفشون، یعنی به طور جدی باهاش روبرشون، من میدونم تلاشاشون چقدره. من میدونم که واقعا چه محدودیت هایی دارن که باش باید دست بنجه درف نرم بکنم. من میدونم از وقتی سناریو نوشته میشه چه محدودیت هایی در حال هاش نقش زن هست، تا اینکه جلوی دوربین برن چه محدودیت هایی هست که اصلا در چه جوری دیده بشن، چه حرکاتی بکنن، چه حرفایی بزن، چه نقششون چقدر بزرگ باشه، چقدر دیدنی باشه. در واقع در سینمای ما یه چیزی براتون میگم، زن به صورت مستقل ازش کمتر به کار گرفته میشه. زنها همیشه در به واسطه یک مرد که موجودیت دارن، یا خواهر یک کسی در سینما اصولا عمومیت داره، این فقط خاص سینما ایران نیست، ایران میتونه بیشتر باشه. نه ایران بیشتره، چون یا باید خواهر یکی باشه، یا مادر یکی باشه، یا همسر یکی باشه، یا دختر یکی کسی باشه. به محض که تو سینما ایران یک زن مستقل، مثلا خانم حالا هر چیزی، اشکال پیدا میکنه، نقش اول، نقشی که فعال، نقشی که داستان جلو می
برای یک مسائلی مشکل تره براش اتفاق افتاده. ما داستانهایی داریم، فیلمسازهایی داریم، چه خانمهای فیلمساز چه آقایان فیلمساز که نقش زن رو اصلی کردن، محوری کردن و مخصوصا الانم بیشتر صحبت روشه، ولی محدودیت ها همیشه دست و پاگیره. بسیار خوب، برگردیم به همین مشکلات. همین بله. مشکلات به هر حال که برای شما بود و برای بسیاری بله. دیگه از جمله در مورد شما انقدر زیاد شد که بالاخره طاقتتون بله. تاب شد بله. و تصمیم گرفتین که از کشور خارج بشین و سال 66 بله. شما به سوئد رفتید. بله. ولی در سوئد هم زندگی همچین آسون نبود. نبودش. ببینید سال 66 که من ایران رو ترک کردم واقعا نمیخواستم. هیچ کس نمیخواد. مخصوصا که کارش این تئاتر مثلا سینماست یا بازیگری نمیخواد ترک کنه. سال 66 هم در وقت دیگر شاید که تصویب شد گفتن این فیلم رو میتونید بسازید. برای این هنر پیشه. نباید بازی کنه که مدت چندین ماه آقای بیضایی من حتی بازم بهشون گفتم کسی دیگه رو انتخاب کنین، دنبالش هم رفتن ولی سرانجام موافقت کردن چه آقای بیضایی گفتم من این فیلمو نمیسازم با بازیگر دیگه ای چون من این بازیگر میدونم که این نقشا رو در میاره بازیگر دیگه رو نمیدونم دیگر منظور بله اونم من نذاشتن یعنی بعد از اون که من اون موقع فهمیدم وقت دیگه شایدم نمیتونم بازی کنم یعنی در واقع حکم اخراجی منو به زودی سینما ایرانم یعنی دادن تقریبا من کشور رو ترک کردم این بود که به سوئد اومدم چون اونجا دیگه نه در تئاتر نه در سینما راهی نداشتم بعد یه چیزی هم بهتون بگم الانه که مسائل ارتباط جمعی و اینترنت هست روزی که الانه که اگر کسی رو ممنوع خروج کنن یا از سینما حکم به اصطلاح ممنوعیت کاری بدن همه سایت ها می نویسن روزی که من اخراج کردن از تئاتر یا مسائل سینما که الان براتون میگم نبود جایی نبود اصلا نوشته بشه کاملا با سکوت برقرار شد بسیار چون وقتمون خود تنگه شما سوئد که اومدید به هر حال مدتی در آتلیه تئاتر کار کردید البته کار حرفه‌ای خودتون نبود نه خیر نبودش چه کار میکردیم؟ من هر کاری که بود میکردم یعنی به اصطلاح دستیار تهیه کننده بودم بگم اون موقع پست میرفتیم پست جعبه پستی بود پست میار ناماره میآوردم نور به اصطلاح کمک نور بودم حتی قهوه درست کنم حتی بگین که مثلا تماشاچی سر جاشو میشم هر کاری که شما بگیم من از اونجا شروع کردم به هر حال موفق شدین بعد از 3 سال اولین تئاتر در سوئد رو صحنه بیارید و بعد به هر حال به جای رسید که الان عضو یا هیئت 11 نفره مشاوران فرهنگی در امور تئاتر در وزارت فرهنگ سوئد هستید. بله من هم تو بخش سینما توی جزء هیئت مدیره بخش سینما بودم هم که در بخش تئاتر به اصطلاح در هیئت مدیره امور نظارت بر به اصطلاح تئاترها و بودجه‌هایی که براشون گذاشته میشه من عضو هیئت مدیره مدرسه عالی بازیگری استکهلم هستم عضو هیئت مدیره انستیتوی سوئد که به اصطلاح معرفی فرهنگ سوئد به کشورهای دیگه و برعکس اینا یعنی مأموریت‌های مثلا فرهنگ سیاسی اینجوری هم خیلی داشتم در کنار بازیگری بسیار خوب میتونیم بگیم بله. که پس خانم سوسن تسلیمی با خارج شدنش از کشور در واقع اوضاع براش بهتر شده تا حدودی شما راضی هستین که از کشورتون خارج شدید ببینید من توی سوئد تونستم به هر حال همونجوری که میگین به جای خودم با تلاش از صفر شروع کردم با یه زبان غریبه به جایی برسونم که هم کارگردانی میکنم هم بازیگری میکنم هم میگه یعنی الان به اصطلاح یک شخصیت فرهنگی سوئد به حساب میام بین همه با. ولی رضایتی که به اون صورت شما میگین یعنی از کارم لذت میبرم خیلی پیشرفت کردم در به اصطلاح در کار خودم از این نظر پیشرفت نمیگم شهرت و معروفیت و مسئله این نیست پیشرفت در حرفم مثلا من تکنیک‌های خیلی بزرگ به اصطلاح خیلی پیشرفته صدایی حرکتی بیان بدن همه اینا رو اینجا دیدم یعنی به اصطلاح تکامل پیدا کرد منظورم تکامل کار خودم که خیلی ممنونم ولی کمبود چیه؟ ولی کمبود من تماشاچی ایرانیه که واقعا دلم تنگ شد که براش بازی کنم از اون نظر خیلی راضی نیستید پس بانستون از اون من ببینید من هر بار روی صحنه بازی میکردم نقشه یک صدای خنده یه جایی توی سالن میومد میفهمیدم چهار تا ایرانی اونجا نشسته چون من معمولا کلمات فارسی هم استفاده میکردم همیشه تو هر کاری کردم چند بار فارسی حرف زدم میدم صدای خنده میاد وقتی فارسی میگم یا صدای یه جوری عکس العمل میاد میفهمیدم که تو تماشاگر ایرانی اونجاست و حس خیلی خوبی میداد یعنی اون تماشاگر که مخاطب منه به اصطلاح یک جوری یک پیوندهای ریشه ای من باهاش دارم
خوب نبوده در این 23 سال و واقعا خوب اینه که چقدر امیدوارید خانم تسلیمی که برگردید به ایران و این بازی‌هایی که الان با همین تجربه بسیار مهمی که کسب کردید به خصوص در خارج در زمینه تئاتر و سینما برگردید و ارائه بدید به همون هایی که دارین در موردش صحبت میکنید، همون مخاطباتون. ببینید امید همیشه هست، میگن انسان به امید زنده است، امید همیشه هست، ولی به شرایطم مربوطه. اگر شرایط ایران همینه که الان هست به این صورت که باشه، خوب همون مشکلات هست که هیچی بدتر هم شده، یعنی یک شکل دیگه که دقیقاً مگه برگردم چیزی تغییر نکرده، بنابراین نمیشه کار کرد. نمیشه این چیزی که شما الان میگی، من نمیتونم از دستاوردهای خودم که واقعا میتونم بسیار بسیار مثمر ثمر باشم در ایران، نمیخوام دانش کاری خودم بخونم به گور ببرم، میخوام منتقل کنم به یه نسل جوان و واقعا میدونم ضرورت داره. خب من وقتی این کار نتونم بکنم، برگشتن من جز افسردگی و بیکاری چیز دیگه ای نداره و تأسف. بنابراین اگر روزی تغییری در اوضاع ایران، سیاسی ایران، اجتماعی ایران پیش بیاد، یعنی فضای عادی بشه، فضایی بشه که بشه توش کار کرد، فضایی که به اصطلاح ما در آسایش به طور معمول همه جای دنیا بتونیم کار بکنیم، اگر تغییری پیش بیاد، من وظیفه خودم میدونم و عشق و علاقه خودم میدونم که به اصطلاح چیزایی رو که میتونم منتقل کنم به نسل بعدی. این که خیلی ممنونم. خیلی ممنونم خانم سوسن، تسلیم شرکتتون در برنامه. دوباره دیگه ممنون از شما.